شوکت، باور کن که سعی خودم رو کردم، اما فهمیدم نمیتونم دیگه. نه من میتونم عوض بشم نه تو. من از زندگی انتظارات زیادی دارم، خیلی ناقصم، خلاهای زیادی تو زندگیم هست که باید پر بشه. تو رو عذاب میدم، تو هم نمیتونی خواسته های منو برآورده کنی. فکرمو کردم، حالا همه چی سخت دارم میشه. وقتی آزاد بشی دیگه هیچی نداری و باید از صفر شروع کنی. دوباره باید برگردیم اول خط. اما من راه های زیادی رو رفتم، دیگه نمیتونم دوباره برگردم سر خط. خداحافظ شوکت، خداحافظ. بده بندازمش دور. باید با بابام حرف بزنم، باید سری زنگ بزنم خونه. یه درخواست واسه مدیر بنویس. بفرمایین. سلام فرخنده. اسلام. بله. میدونم تعجب کردی، با خودت میگی چرا بعد از این همه وقت زنگ زده، اما معلومه که میخواین توضیح بدین. تو این مدت فکرمو کردم، فهمیدم در حقت ناحقی شده. نه بابا، لزومی نداره پنهون کنم که ازت خوشم نمیاد، دلایلش مشخصه. حالا داریم زبون همدیگر رو میفهمیم. آره، اما از روز اولم بهت گفته بودم که من تو کارم حرفه‌ای عمل میکنم. منافع شرکت در برابر احساسات من تو اولویته. پشیمون شدین از اینکه منو اخراج کردین؟ اخراجت نکردم، خواستم یه مدت استراحت کنی. ببین، این مدت حداقل برای من خیلی فایده داشت. فهمیدم تو چقدر به درد این شرکت میخوری. این مدت هم برای من خیلی مفید بود اصلا خانم. فهمیدم تو اون شرکت چقدر محدودیت کاری دارم. اگه داری چونه میزنی یعنی تو فکر برگشتی دیگه. اگه شرایط به نفعم باشه چرا که نه؟ چی میخوای؟ اول از همه میخوام همه بدونن که شما خواستین که من برگردم. همه یه کار مدام فکر نکنن که من گردن کچ کردم که برگردم دیگه. و مسلماً یه رتبه بهتر و حقوق مناسبتر. البته باید رو درصدام هم یه تجدید نظر بکنین. باشه، حرف میزنیم. وقت منو تلف نکنین. اگه همه یه شرایط فراهم نشه بر نمیگردم. قبول میکنم. پس به امید دیدار. شاید هفته یا آینده یه مسافرت کاری داشته باشیم. وقتی برگشتیم میتونی بیای سر کارت. ما یعنی چی؟ من و لوانت. متوجه شدم. باشه، خدا حافظ. خدا نگهدار. لوانت؟ دارم میرم جلسه، میشه بعدن حرف بزنیم؟ باشه. صبح بخیر عزیزم. صبح بخیر. میخواستی قهوه صبح تو با من بخوری؟ آره، تو هم میخوای؟ نه، ممنونم. دیشب بابام تماس گرفت، میخواست با هم حرف بزنه. منم داشتم از سر کار برمیگشتم، مستقیم رفتم پیشش. خب حالا محکم بشین. قبول کرد اون پولیو که این همه اصرار داشتیم برای شراکت با ژاپنیا بهمون بده رو بده. چی میگی؟ آره، تازه 51% سهام مال ماست. میتونی تصور کنی؟ میتونیم همین فردا بریم ژاپن. میدونی که اگه این شراکت اتفاق بیفته هر دو شرکت چقدر قدرتمند میشن؟
تو این موقعیت بحرانی شراکت ما بهترین شرایط رو خواهد داشت. میدونم این وضعیت تأثیر خیلی مثبتی روی شرکت ما هم داره. عالیه. فقط بابام یه شرطی داره. میگه حالا که دارم همچین سرمایه گذاری بزرگی میکنم، این باید یه شراکت کامل باشه. یعنی بین من و تو هم. خلاصه میخواد در اسرع وقت ازدواج کنه. فهمیدم. کجایی؟ اومدم خونه. وا، گفتم یه اینجا غذا درست کردم. نه نمیام اونجا. تنهایی؟ آره. امروز زنگ نزدی؟ همش تو جلسه بودم. پس از اتفاقات خبر داری؟ اصلا خانم زنگ زد و منو به کار دعوت کرد. نه نمیدونستم. پس از من نشنیده بگیر. بعد از برگشتنتون از سفر قراره حرف بزنیم، بعد شروع میکنیم. کی حرف زدین؟ صبح زود زنگ زد. بهت که زنگ زدم میخواستم اینو بگم. یعنی قبل از اینکه با من حرف بزنی؟ فکر نمی کنم وقتی گفت بهت احتیاج داریم داشته مسخرم میکرده. نه میدونستم میخواد برگردی، اما فکر نمی کردم بهت زنگ بزنی. راستش منم خیلی تعجب کردم. برای کار داری میرین دیگه مگه نه؟ آره فقط برای کار. وای، کاری که من میکنم همین میشه دیگه. قضامو سوزوندم. حالا بعدن حرف میزنیم. قبل از اینکه بری زنگ میزنی دیگه نه؟ زنگ میزنم. شب بخیر. شب بخیر. خب تعریف کن، میخوام بدونم روز اولت چطور گذشت. چطور باشه؟ اتاقت چطوره؟ اتاق خوبیه، کمال خان برام آماده کرده بود. آفرین. منشینام داری؟ مشکل مامان چیز دیگه ایه، اگه بگی دارم میپرسه خوشگله. حالا ببینشون. همه چی تموم شد، فقط حسودش کم مونده بود. مگه من برای اون میپرسم؟ میخوام بدونم اونجا چجور محیطی. یعنی که خیریه خانم، کمال خان واقعا برای من یه سمت جور کرده. انشالله از پسش بر بیام و شرمنده نشم. به زودی قدرتون رو میدونن بابا جون. معلومه. خب من جواب میدم. الو؟ نجلا شوکتم. داداش لیلام. عزیزم. داداشه. چطوری عزیزم؟ لیلا خیلی ازت عذر میخوام. ببخشید. تازه فهمیدم چی شده. اشکالی نداره، گذشت. از مدیر اجازه گرفتم زنگ زدم. بابا اینجاست، میدم بهش. اجازه گرفته زنگ زده. شوکت؟ بابا سریع حرف میزنم، هر لحظه ممکنه قطع بشه. دیگه همه چی رو میدونم. میدونم چه بلاهایی سرتون اومده. خیلی اذیتتون کردم. میدونم، اما عوض میشم. این دفعه قول میدم بابا. 10 روز دیگه دادگاه دارم. میدونم. اگه تبرئه بشم، یعنی تبرئه که شدم با یه شوکت دیگه روبرو میشین. باور کنین عاقل شدم. این دفعه بهتون قول میدم. پسرم من هیچ وقت از تو ناامید نشدم. ممنونم. میایین دادگاه دیگه نه؟ البته هممون میاییم. مامانو ببوسیم. همه رو از طرف من ببوسیم. باشه، مراقب خودت باش. همه تونو میبوسه. میگه عاقل شدم. Thank you.
ساعت چنده؟ نزدیک اومدنشه. اومد عزیز. ایشالا سختی ها تموم میشه. خدا کنه. ماما پسرم. مبارک باشه. ممنون. خیلی خوشحالم که برگشتی. واقعا؟ میای جلسه؟ یه کمی دیگه میام. بفرمایید. دارم میرم داخل جلسه. شروع شده؟ نزدیک شروعه. چقدر طول میکشه؟ معلوم نیست. منتظر خبرتون هستم. داره شروع میشه. من میرم داخل. باشه، به امید دیدار. شروع شده مگه نه؟ چی؟ آها، حتما دیگه. صدف، قرار نیست همه چی رو دوباره از نو شروع کنی، مگه نه دخترم؟ یعنی چی اون وقت؟ خودت خوب میدونی یعنی چی. واقعا دوباره از نو شروع کردیم. پس قول بده که از شوکت دور بمونی. الان چه ربطی داشت مامان؟ فقط میخوام بدونم تبرئه میشه یا نه. داری بزرگش میکنی یا؟ من حرفم رو باید بهت بزنم. الان وضعیت شوکت سخت‌ترم هست. اینو بدون که اگه هنوز امیدی داری تهش ناامیدیه. فقط همین. هیچ امیدی ندارم. خیالت راحت باشه. اون هنوز فکرش بیشه فرخونده است. فراموش کردن اون خیلی سخته. منم دیگه فراموشش کردم. راست میگم. تو این شرایط بحرانی که این شرکت ژاپنی حاضر شده از ترکیه فقط با شرکت ما مشارکت داشته باشه نشون میده که برای اسم من و این شرکت چقدر ارزش قائلن. واقعا همینطوره. قبل از اینکه تو بیای همه فیلم اون جلسه رو دیدم. بعدن تو هم ببین فرخنده. قرار دادم امضا شده؟ البته. پس تموم شده؟ بله، قسمت اعظم مبلغم پرداخت شد. عالیه، تبریک میگم. این جهش فوق‌العاده ی آقای لواند. حالا دیگه یه شرکت جهانی داریم. زندگیمون عوض میشه. همینطوره. از این به بعد زندگیمون از هر لحاظ عوض میشه.
عالیه. خب برسیم به باقی مطالب. شده شکر تبرئه شده. جدی خیلی خوشحال شدم. منم دلم میخواد از این به بعد همه چی براش رو به را بشه. عزیزم میشه، هم برای تو هم برای اون خیلی بهتر میشه. تحسین بریم دنبال شوکت؟ نه نه نه، جیم میاد، ما میریم دنبالش. باشه، ما میریم خونه رو آماده میکنیم. بارون میاد، شما بیرون منتظر نمانین، من برم ماشین رو بیارم. باشه، منم بیارم. زودتر بریم غذا درست کنیم. اول بریم خرید. بابا برمیگرده سر کار؟ آره دخترم. علیرضا نمیشه امروز نری؟ نمیشه که خیریه، دیرم شده، باید برم. خودت میدونی. داداش جو امشب سوپتو میخورم مامان جو. عزیزم همه غذاهایی رو که دوست داری درست میکنم. ما دم خروجی اونجا منتظریم داداش. باشه تو خونه میبینم. باشه. کاش میشد همینجا آزادش کنم با خودمون ببریمش خونه. آره آره، اما خروج باید از زندان باشه، اجباریه. رو دماغت هم بزن، خیلی قرمزه. خوبی فرخنده؟ بله خوبم. خبر بدی گرفتی؟ نه، یکی از دخترعموهاش بچه دار شده، احساساتی شد. جدی؟ چشمت روشن. خیلی ممنون. ببین امشب یه چیز تازه برای جشن گرفتن اضافه شد. البته شما نمیدونین، بعد از اینکه رفتین حرفشو زدیم، قراره برای کار جدید تو شرکت یه جشن کوچولو بگیریم. چه خوب. عالیه. هنوزم قرمزه. باش.
اگه سردته برو تو. نه از هیجانه. این مال تو، یادگاری از طرف من. ممنون شازده. ببین منو، یادگاری تو اینجاست. سلامت باشی. به سلامت بری مرد. ممنون. انشالله قسمت شما ها. آمین. ما رو فراموش نکن. مگه میشه؟ آزاد شدی میبینمت. تو اون ساحل که حرفش زدین ماهی و راکی با هم میخوریم. مگه نه ارکان؟ ای بلا. خیلی از آشنایی با همتون خوشحال شدم. دمت گرم. یادتون رو با خودم میبرم. برو به سلامت. راستی به شهر منم یه سر بزن. بچه همون ببوس. ما هم از آشنایی باهات خیلی خوشحال شدیم شوکت. دیگه وقت گرفتیان؟ اینجاها دیگه نبینم تا قول میدم. آفرین. انگار میترسم. میترسم پامو بذارم بیرون. برو بابا پسر، تو جوون مردی. بگیر ببینم. بگیر. گلدونم دست تو امانت. آزاد شدم میارم برات، نگران نباش. میکاریش تو باغچه هات. حلالم کنیم بچه ها. حلاله. تو هم حلالمون کن داداش. حلاله. انشالله قسمت شما ها. به سلامت. برو به سلامت. خدا حافظ. خدا نگهدار شازده. خدا حافظ. داداش جون عزیزم، خیلی قربونت برم. بیا عزیزم، قربونت برم. بیا. خیلی خوب، بیاین هر چه زودتر بریم. بشین جلو داداش. تو بشین پیش شوهرت. منم یه پیش شما. داداش خودم. وای آماده نمیشه. میشه خواهر، بیندازیم تو آب، 5 دقیقه ای آماده است. یه مقدارش هم باید بذاریم تو فر. شوکت هر دو شو دوست داره. سوپ آماده است، گفتم که تمومه، پلو هم حاضره. هم مانتی درست کردین هم پلو؟ خدا بگم چی کارتون نکنه. طفلی چطوری این همه رو بخوره؟ دلش تنگ شده، از هر کدوم یه ذره بخوره. تحسین یه زنگی بزنم، انگار بالا سر پیراشکی ها کشیک وایساده. خیلی بچه یه خاکیه این تحسین، چشم بعد ازش دور باشه. آره خود خوشبختشون کنه. میز خوبه؟ آره خیلی خوب شده، دست درد نکنه.
ای بابا میخوای بده به من اما نه نه بذار زنگ بخوره به نظر منم حتما نمیشنوه میز آماده است دستت درد نکنه عزیزم اینام تموم شد فکرت جون بیا یه مقدارشو بریز تو قابلمه بیا دخترم باشه مامان جون بیا منم دستمو بشونم کم کم بریم کجا دارین میرین؟ میخوایم همه دور هم باشین شوکت داره میاد نمیشه که برین امشب خونه ما عیده امشب شما خانوادگی با هم باشین فردا میایم شوکتو میبینیم اینطوری که نمیشه میشه میشه بریم صدف کاش نمیرفتی بریم بهتره دیگه از این به بعد میبینیمش پیراشکی هم اومد ساب کن ببینم خوش اومدین سلام علیکم زنگ زدم دستم بند بود آره دیگه بدین به من نه 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 خیلی داغه برین برین همینطوری برین آخش خب دیگه سلام نایر خانم سلام خدا رو شکر بدونین که برای سرش بیاد آوردیمش ممنون دستتون درد نکنه بفرمایین تو یکم استراحت کنین شما دارین میرین؟ بله نمیمونی؟ نه پس منم اصلا نیام تو اگه دوست دارین بریم خونمون جداست راهمونم جداست میدونم اما خیلی خوب دیگه خدا نگهدار خیلی ممنون احمد آقا زحمت کشیدین واقعا ممنونم خیلی خسته شدی چه خستگی دیوونه شدی با کمال میل انجام دادم بازم چشمتون روشن ممنونم خواهر جون فردا منتظرتم خدافظ چشمتون روشن ممنونم خواهر جون خدا نگهدارت سلامت هی بابا منو باش فکر میکردم امشب همه دوره همیم اما درستش اینه که خانواده رو تنها بذاریم معلومه که شما هم همه فکر کردی چرا تا الان نیومدن؟ دیر نکردن میان این چایو به نیت دوستای همبندم خوردم من چه کارایی که با تو نکردم گفتم که گذشت تموم شد دیگه بریم آره بریم دیره الانه که مامان زنگ بزنه بفرما خودشه الو داریم میای مامان جون باشه باشه با هم نشستیم چایی میخوریم مامان عزیزم عجله نکنین اما خب منتظریم آره باشه باشه نشستن دارن چایی میخورن کار خوبی کردن علی رضا ما اومدیم داداش داداش هنوز نیومده چرا؟ نکنه مشکلی پیش اومده نه الان باهاشون حرف زدیم دارن یواش یواش میان آها خوبه پس سلام خوش اومدین متشکرم آیش ما رو اصلا ندید عزیزم به خاطر اون نبود بودو ببینم بیا تا شوکت نیمده یه بوسم به من بده آخش احبه خیلی خوشگل همه چی آماده کردی خیلی خانم یه کارایی کردی دیگه یه قدر راکی که بهمون میدیاره البته بابا جون بشینیم یه حالی با بچه ها بکنیم آره والا به خدا حقته تا اونا میان من یه دوش بگیرم آیشه جون تو هم لباسات عوض کن بودو عزیزم
بفرمایین. سلام خاله خیریه جون، دنیزم. دنیز عزیزم، چطوری دخترم؟ خیلی ممنون، چشمتون روشن. سلامت باشی دخترم، خیلی ممنون. مامان بزرگم میخواد با شما حرف بزنه. البته البته، داره میده به جواهر خانم. برید اونور بابا جون، سر صدا نکنید. الو. سلام سرکار خانم. علیکم السلام خانم، چشمتون روشن. خیلی ممنون. دیدین چشم هم زدین چقدر زود تموم شد به پسرتون رسید. بله خدا رو شکر. حتما الان علیرضا خان تو پوست خودش نمی گنجه. بله خیلی. من میخوام حرف بزنم. پاشین پاشین برین تو اتاقتون. خدا کنه همیشه بلا ازتون دو. مواظب باش. چی شد؟ آی آروم بگیرین دیگه، آدم رو راحت بذارین. شرمنده این بچه ها دوباره شیطنت کردن. اختیار دارین، ممنون که زنگ زدین. دست شمام درد نکنه، به علیرضا خانم سلام و ارادت بنده رو برسونین. همه یه بچه ها رو میبوسم، اینجا هم همه سلام میرسن. حتما بهشون میگم. قربان شما، روز خوش، همیشه خوش باشی. آمین آمین، شما هم روزتون بخیر، خداحافظ. چی گفت؟ مثل این که فیزیوتراپی خیلی حالشون رو بهتر کرده، خیلی مهربون تر شدن. ما بهش طب صادق میگیم جان. هیچی نیست. خدا رو شکر شیشش نشکسته پدر سوخته. خیلی چیز مهمی نیست اما یادگاری حیف بشکن خورچه. حق با شماست مامان بزرگ. کوچیک یوریم یورگن چارسیز یالنز ورونجه kapımı aşk her uyandığımda yoksun yoksun باشه باشه آروم اومدم. خوش اومدی. ممنون. به سلامتی ایشالله. ممنونم. چشمتون روشن. مرسی. شما هم بفرمایین. بعدن. تموم شد دیگه، برگشت خونه. اومدن. اومدن دخترم. پسرم. مامان جونم. داداش جونم. هیچ جا خونه نمیشه. بابا. میدونم. به خونه خوش اومدی. بیا. فکرت. خوش اومدی. ممنونم. چی شده؟ چرا نذاشتی جلسه تموم بشه اومدی بیرون؟ شوکت آزاد شده. جدا؟
وکیلش خبر داد. تو هم خیلی زخ کردی. نکنه دوباره گزینه طلاق هست شد؟ نه همچین چیزی نیست. بهت که گفته بودم. یعنی من فقط برای فرخنده. تو با بابا آشنا شدی؟ نه. خوش اومدین قربان. ممنونم. خانم فرخنده تکین هستم. هنوز تکین هستی؟ آره. بله. فخرالدین اوکار. مگه کسی هست که شما رو نشناسه قربان؟ فرخنده مدیر سرمایه گذاری مالی ما هستن. خوشبختم. منم همینطور. فرخنده خانم، نظرتون در مورد سرمایه گذاری جدیدمون چیه؟ برای من سورپرایز بود. اصلا فکر نمی کردم امسال عملی بشه. دامادم ما رو سورپرایز کرد دیگه. اگه تا آخر امسال هم عروسیشون رو بگیرن دیگه خیلی خوشبخت میشن. عروسی در پیش داریم؟ نمیدونستم. بابا سورپرایزمون رو خراب کرد. دخترم دیگه چه سورپرایزی؟ یه سال نامزدی. به خدا من خسته شدم. با اجازت من برم پیش مهمونم. تبریک میگم. ممنون. ببخشید. بریم. با اجازتون. الان معلوم شد اصلا واسه چی منو به جشنش دعوت کرده. فکر نمی کنم درست باشه. اما لبانت اصلا صداش در نیومد. من میرم. سب کن منم میام. تا وقت برگشتنت من اتاق تو صاحب شدم. نگران نباش، کم کم جا به جا میشه. نه مامان جون، روزا شما استفاده کن، نمیخواد جا به جا بشین. همه یه عکسه آبجی فرخونده رو از روی دیوار برداشتی. آیشه جان بیاین دیگه، گرسنه‌مونه. اومدیم بابا جون. معذرت میخوام، ناراحت شدی؟ نه عزیزم، ناراحت نشدم. فرخونده دیگه ناراحتم نمی کنه. دوباره تک و تنها موندم. شوکت رفت، لوانت رفت، اعصابم داغونه. عزیز دلم، غذا آماده است. بفرمایید سر میز. بفرمایید. خیلی خوب، بریم دیگه. بفرما پسرم. شما بفرمایید اینجا. داداش تحسین شما هم بفرمایید. باشه. بشین عزیزم. شوکت؟ بابا جون، وقتی داشتی جاتو میدادی به من، گفتی وقتش که برسه اونو به جای من پدرتون میدونین. من نه لیاقت اون حرفا رو نه این صندلی رو داشتم بابا جون. من لایق شما نبودم. همه تونو شرمنده کردم. الان هر چی بگم بی خوده. به مرور ثابت میکنم که یه شوکت دیگه شدم. از این به بعد یواش یواش رد و پاهای بدی که به جا گذاشتم رو پاک میکنم. بارتون رو سبک میکنم. بدهیم و خودم با کار کردن میدم. حالا بیا بابا. خواهش میکنم بیا سر جات بشین. جای شما اینجاست. بشین پسرم.
نوشه جان. بیا پسرم. بابام به خاطر اتفاقات پیش اومده مثل یک جنگجوی زخمی بود. حالا شوکت از جایی که زمین خورده بود عبرت گرفته و بلند شده تا یک بار دیگه اسلحه‌شو به دست بگیره و با بار سبکتری به مبارزه ادامه بده.